درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از دعوای جنجالی حمید رسایی و سردار سپاه که پته همدیگر رو ریختن رو آب در ادامه با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. حمید رسایی از جمله حامیان سرسخت اصولگرایان که همیشه هم حرفها و اظهار نظرهای جنجالیش در فضای مجازی ماجراهایی درست کرده کسی که از فعالیتهای بسیج گرفته تا نقش واعظی و تبلیغات اسلام در اوگاندا و لبنان و پاکستان و غیره رو وارد شده و ورود به سپاه پاسداران رو هم در کارنامش داره حالا با تهمت زدن به یک سپاهی کاری کرده که اون هم پتش و رو ریخته به نظر میرسه که حمید رسائی رسایی از این جنجال برانگیز بودن و معروف بودن چهرش در فضای مجازی داره لذت میبره این چهره اصولگراها که با قدرت زیادی هم در مجلس دوازدهم پا به عرصه سیاست گذاشته و قصد داره هیئت رئیسه کنونی مجلس رو هم تغییر بده همیشه حرفهای های رو در مورد افراد معروف زده اون مثلا در مورد عادل فردوسی پور رضا کیانیان ترانه علی دوستی و مهراب قاسمخانی حرفهای جنجالی زده و با اونها در فضای مجازی درگیر شده این اصولگرای افراطی که در انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شد ولی در مجلس دوازدهم خیلی راحت و عجیب وارد مجلس شد جزو جنجالی ترین نماینده های مجلس حساب میشه که در کم مشارکت ترین انتخابات در طی 45 سال اخیر موفق شده به مجلس راه پیدا کنه اون که حتی در بعضی از خبرهای محرمانه گفته شده بود که قرار بوده سر کار بیاد و نماینده مجلس بشه تا بتونه جانشین قالیباف باشه با حضور در اخبار صدا و سیما حرفهای عجیبی زده بود توی این برنامه مجری صدا و سیما به شدت اصرار داره تا با به کار بردن مصادیقی اون رو اتفاقا به سمت بیان سخنان اختلافنگی سوق بده بالاخره هم حمید رسایی به قولی بند رو آب میده و اول با حمله به قالیباف گفت مثل روز روشنه که بعضی از خبرگزاری ها و رسانه ها در این یکی دو روزه انواع و اقسام فحاشی‌ها رو نسبت به من انجام دادن بعضی اعضای هیئت مدیره این رسانه ها عضو شورای ائتلاف هستند و نظرشون به آقای قالیباف نزدیکه اون همچنین رسانه های سپاه رو هم چندین بار تا حالا هدف قرار داده اون در صحبت اخیرش مدعی شده بود که یک فرمانده عالی سپاه با اون تماس گرفته و گفته که به این رسانه ها تذکر داده شده تا در این مسائل دخالت نکنند روزنامه جوان نوشته بود حمید رسایی از همین حالا برای انتخاب رئیس مجلس خط و نشان میکشه تا نشون بده نه دقدقه مردم رو داره و نه درکی از خواسته های مقام معظم رهبری و, و بیش از هر چیزی درگیر توهم قدرت و رئیس شدنه و همه اینها نشونه شروع جنگ قدرت در مجلسه اون که علنا قالیباف رو یک دیکتاتور پارلمانی خطاب میکنه به اتهامات مختلف و اختلاس ها علیه قالیباف و همچنین ماجرای سماجت پسر غالیباف برای مهاجرت به کانادا در سخنرانی های مختلفش اشاره کرده. و همه اینها نشون دهنده جنگ اونها در مجلسه و شاید تمام توهین و تحقیرهای رسایی میتونه به زمانی برگرده که محمد باقر غالیباف تمام تلاشش رو کرد تا مانع از قرار گرفتن اسم حمید رسایی در لیست نهایی اصولگرایان در مجلس یازدهم بشه و همه اینها یه تصویه حساب سیاسیه و هیچ کدوم از اونها طبق معمول 45 سال اخیر به فکر خدمت کردن به مردم و حل مشکلات جامعه نیستند. رسایی که خودش رو دشمن قسم خورده اصلاح طلبان میدونه حالا از بعضی از اصولگرایان هم کینه به دل گرفته و از موضوع حجاب و اعتراضات سراسری سال گذشته تا برجام و حرفهای تندش درباره بعضی چهره های مهم به نظام رو در کارنامه خودش داره اون زمانی هم که در مجلس حضور داشت طرحهای مختلف و عجیبی رو امضا میکرد مثل طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده طرح افزایش نرخ باروری، طرح اصلاحیه برای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و از جمله کسانی بود که در دولت حسن روحانی در جبهه مخالف شکلگیری برجام بود که به دلواپسان معروف شده بودند. اون در اردیبهشت ماه 93 در همایشی به عنوان منتقدان برجام در محل سابق سفارت آمریکا و با حضور بقیه دلواپسا برگزار شده بود حضور داشت و سخنرانی تندی هم کرد. اون همچنین چندین مرتبه اتهاماتی علیه مهدی هاشمی و پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی رو بیان کرده و اون رو متهم به دست داشتن در اعتراضات سال 88 کرده و بارها هم گفته که هاشمی رفسنجانی هیچ فرقی با کروبی یا میرحسین موسوی نداره. اون همچنین به هنرمندا و افراد سرشناس هم حملات متعددی کرده. مثلا مدتی پیش بعد از انتشار مصاحبه عادل فردوسیپور با علیرضا جهانبخش در برنامه اینترنتی فوتبال سال 360 که عادل با زبانی نسبتاً تند جهانبخش و بازیکنان تیم ملی رو در مورد اقداماتشون در ایام جام جهانی که همزمان بود با اعتراضات سراسری مورد انتقاد قرار داده بود و از جهانبخش بخش پرسش های چالش برانگیزی پرسیده بود حمید رسایی بعد از این مصاحبه علیه فردوسی پور موضعی گرفت و اون رو به دلیل نقد هایی که در این مصاحبه مطرح کرده بود مجری بازجو و آزارگر ورزشی نام گذاشت هرچند که این حرفهای اون در فضای مجازی با حملات تندی از سمت طرفداران عادل فردوسی پور و فوتبال ایران مواجه شد. اون همچنین چندین و چند بار به ترانه علی دوستی حمله کرده و حتی در تندترین حرفها و حمله‌اش ترانه علی دوستی رو به اعدام محکوم کرده. زمانی که ترانه علی دوستی در مورد اعدام متهمان خانه اصفهان در طی اعتراضات سراسری و کشته شدن ماموران نیروی انتظامی به دست معترضان هشتک نه به اعدام و اعدام رو متوقف کنید و زده بود و خواستار جلوگیری از اعدام این سه نفر شده بود حمید رسایی در کانال تلگرامی خودش نوشت حمایت مزدورانی مثل ترانه علی دوستی از جنایتکاران وحشی مثل اون سه نفری که در اصفهان های زیادی کردند با برنامه و طراحی هماهنگ شده و با دشمنان ملت ایران برای حرکتهای آینده همسوه هیچ عقل سلیمی از همچین حیواناتی دفاع نمیکنه و برنامه آینده ای اونها دخالت سازمانهای بین المللی همسو با جنایتکاران در امور داخلی ملت ایرانه اون همچنین گفته بود مجازات در ملع عام کمترین عقوبت برای جنایتکارانه و همچنین حامیان این جانیان هم باید اعدام بشن حالا ما اون در جدیدترین حرفهاش اون هم در مقام نمایندگی مجلس در مورد سردار آبرومند یکی از سرداران بلند مرتبه سپاه پاسداران که معاون قالیباف هم هست گفته زید داره و زیدشو مدام فول امکانات میفرسته سفرهای خارجه که حالا هم سردار آبرومند پته حمید رسایی رو ریخته روی آب و گفته من زید میت ندارم این خودش با اینکه متأهله با یه خانومی به نام فاطمه سادات جعفری ریخته رو هم و نشون به اون نشون که توی خیابون فرشته تهران واسش خونه اجاره کرده که البته در کانال تلگرامی رادیو گیلان در مورد سابقه روابط متعدد سردار آبرومند مدارک زیادی منتشر شده و به گفته مدیریت این کانال به زودی فیلم های زیادی هم از رابطه جنسی این سردار سپاه منتشر خواهد شد اما هنوز حمید رسایی نسبت به این حرف ها هیچ واکنشی نشون نداده و هیچ دفاعی هم از خودش نکرده مرسی که تا این لحظه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله در کنار ما باشید تا از ویدیوهای جدید ما زودتر با خبر بشید.